روزنامه الرأی کویت به نقل از منابع امنیتی از نصب دوربین‌های مداربسته خورشیدی در شماری از مناطق این کشور برای پیگیری اوضاع امنیتی خبر داد. این منابع گفتند این طرح از سوی اداره‌های زیرفت با همکاری وزارت کشور در 4 منطقه اجرایی شده است. نشریه اقتصادی اکونومیست در گزارشی درباره عصر جدیدی که در حوزه اقتصاد کلان در دنیا در حال ظهور است، به رویکردهای جدید اقتصادی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در این دوران اقتصادی جدید اشاره کرده که باعث نزدیکی این دو طرف به هم و ایجاد نوعی تعادل و توازن شده که در تمام این سالها دور از دسترس جلوه می‌کرد. در بخش از این گزارش آمده این دوره جدید همچنین در بطن و متن خود حاوی این نویده است که جهان ثروتمند ممکن است خود را از دام رشد ناچیز دهه 2010 رهانده و بتواند با مشکلات بزرگی مانند بالا رفتن میانگین سنی جمعیت جهان و نیز تغییرات شدید آب و هوایی مقابله کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت کسب و کارهای بزرگ به دلیل قطعی اینترنت دچار آسیب شدند. هر ساعت قطعی اینترنت 1,500,000 دلار به اقتصاد ضرر وارد می کند. وی با اشاره به اینکه فیلترینگ استفاده از VPN را 30% افزایش داده افزود، نه تنها کسب و کارهای کوچک بلکه فعالیت‌های بزرگ با محدودیت اینترنت آسیب دیدند، زیرا نمیتوان تجار خارجی را مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی کرد. مجله نیوزویک آمریکا در گزارشی نوشت در حالی که جمعیت روسیه از دهه‌ها پیش در حال کاهش است و تلاش‌های کرملین برای افزایش نرخ موالید در سطح روسیه نتیجه‌ای نداشته، جمعیت مسلمانان در این کشور در حال افزایش است. بیشتر مسلمانان روسیه از نرخ موالید مناسبی برخوردار هستند و مسلمانان در این کشور به عنوان سریع‌ترین اقلیت در حال رشد در روسیه به شمار می‌روند. نرخ موالید مسلمانان روسیه بالاتر از نرخ موالید میانگین این کشور است و انتظار می‌رود که مسلمانان تا سال 2034 میلادی 30% ساکنان روسیه را تشکیل بدهند. نی یا نهاد حمایت کننده ی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که تقریباً فعالیت تمامی رسانه‌های چاپی در افغانستان متوقف شده است. بر اساس یافته‌های این نهاد، از زمان روی کار آمدن طالبان بیش از 30 رسانه چاپی در افغانستان تعطیل شده و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در کشور افغانستان باقی مانده که فعالیت آنها نیز به صورت آنلاین و توأم با محدودیت است. شماره رسانه‌های مختلف افغانستان در زمان اوج فعالیت قبل از طالبان به 1700 نشریه رسیده بود.